شاه دوشمشیره کی بود؟ در شهر کابل امروز مسجدی و مدرسه‌ای به اسم شاه دوشمشیره مسما است. در تاریخ ها و گزارش های نخستین فتوح اسلامی مانند فتوح البلدان بلازری و تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری از شاه دوشمشیره نام و آدرسی نیست، ولی مردم کابل اکنون مسجدی و در پهلوی آن قبری به این شخص منصوب می کنند. در هر حال آنچه یکسان روایت می شود این است که وی با هر دو دست شمشیر می زد و آدم می کشته است. خنده آورتر این است که گفته می شود وقتی وی از طرف مردم کابل کشته شد، او باز هم بدون سر و با دو شمشیر آدم می کشت. مردم ما از بس در قعر بی سوادی و اسلام خواهی غرقند، برای یک لحظه هم که شده با خود نمی اندیشند که مرده دیگر حرکت کردن نمی تواند تا کسی را بکشد. تاریخی که برای این مرد جعل شده، نام و نشان آن را لیث بن قیس بن عباس نوشتند. در کتاب سیطره 1400 ساله اعراب بر افغانستان، به نقل از مرحوم کوهزاد مبتنی بر کتاب بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی روایت می شود که در سال 80 هجری قمری عبدالرحمن ابن اشعث سردار لشکر طاووسان 40 مرد جنگی که البته 40,000 درست است را تحت قیادت لیث ابن قیس ابن عباس مأمور حمله بر کابل کرد و این فرمانده عرب از فرط قهر و غضب دو شمشیر در دو دست گرفته و پیشاپیش سپاه خود جنگ کنان بر کابل داخل شد. اما با ضربت سر نیزه دلیل مردی از کابل فرش زمین شد و دیگر دستان خون آلودش از کشتن باز ماند. در حالی که از حدود دهمزنگ یا دروازه دخولی کوه شیر دروازه تا مسجد شاه دوشمشیره در فاصله 1 کیلومتر او صدها تن از مدافعان فداکار را گردن زده بود. جسد او را در کنار رودخانه کابل به خاک سپردند. بعدها مقبره او به مزار شاه دوشمشیره معروف گشت. این عبارت مرحوم کوهزاد به نقل از بالاحصار کابل چنین است: به قرار نگارش صاحب تاریخ سیستان، از میان 120,000 نفر 40,000 مرد جنگی مجهز با بهترین اسلحه و ادوات و اسب‌های تازی انتخاب نمودند که به تحت قیادت عمر ابن عطا یا عطارالدین عمیرالتمیمی و سرپرستی عبدالرحمن ابن محمد والی سیستان علیه کابل و کابل شاه فرستادند. میان سپاه رایان و قشون طاووسان جنگ‌های سختی در گرفت. قسمتی از مناطق غربی مملکت ما به دست عرب‌ها افتاد، ولی فتوحات خود را تا کابل ادامه دادن نتوانستند و در حوالی غزنی متوقف شدند و باقی اقدامات را به سال‌های آینده موکول کردند. در سال 80 هجری قمری عبدالرحمن ابن اشعث ادعی از سپاه خیش را تحت اداره لیث ابن قیس ابن حضرت عباس پیشتر به طرف کابل فرستاد و خود از عقب مشغول گرفتن آمادگی های دیگر شد. باز جنگ های سخت بیرون شهر کابل در گرفت. رتبیل شاه از بالاحصار امر مدافعه شهر را صادر کرد. سپاه عربی در مناطق غربی شهر در دیوارها رخنه کردند و در امتداد رودخانه کابل جنگ‌های تن به تن شروع شد. می‌گویند سرلشکر سپاه عرب حضرت لیث ابن قیس که از فرط قهر دو شمشیر در دست گرفت و پیشاپیش سپاه خود جنگیده داخل شهر شد، زخم برداشته و شهید شد و جسد مبارکش را در کرانه‌های متصل رودخانه به خاک سپردند و مزارشان به زیارت شاه دوشمشیره معروف است. مسلمانان معابد و درمسال‌های هندویی و شیوایی را که در سواحل رودخانه قرار داشت را
ویران کردند و اساس اولین مسجد اسلامی در کابل در جوار حضرت شاه دوشمشیره گذاشته شد. مرحوم کوهزاد منبع روایت خود را تاریخ سیستان و داستان سپاه طاووسان معرفی می کند، در حالی که در حکایت تاریخ سیستان نه از لیس ابن قیس نامی است و نه خود عبدالرحمن ابن اشعث کسی را به این کار برگزیده، بلکه او خود فرمانده سپاه طاووسان بود و در آن سال خود او هم نتوانست تا کابل برسد. حتی بوسورت، محقق نامدار انگلیسی که تاریخ منطقه را در قرون نخستین اسلامی با دقت بررسی کرده و داستان شورش سپاه طاووسان را به رهبری عبدالرحمن ابن اشعث با جزئیات آن نوشته است، در هیچ یک از منابع تاریخی عربی و غیر عربی خود از کسی به نام لیث ابن قیس در جمله سرداران سپاه طاووسان نام نمی برد. معلوم نیست که مرحوم کوهزاد بر مبنای چه سند و مدرک تاریخی از کسی که تاریخی ندارد به نام لیث ابن قیس ابن حضرت عباس و مقبره او در جوار مسجد شاه دوشمشیره متذکر شده است. و اما به گواه تاریخ سیستان که از تواریخ معتبر منطقه است، در سال 36 هجری قمری عبدالرحمن ابن سمره به دستور معاویه به سیستان آمد و ظاهراً در همان سال یا یک سال پس از ورودش، یعنی در سال 37 هجری قمری، عبدالرحمن همراه با رجال جنگ آوری چون عمر بن عبیدالله تمیمی، عبدالله بن خازم سلمی، قطری بن فجات، مهلب بن ابی صفره و عباد بن الحسین و غیره در رأس لشکرهای عربی به عزم جنگ با زنبیل عازم بست شد و پس از غارت خاش در شرق زرنج از راه بیابان به بست رسید و از آنجا که به قندهار کنونی شتافت و بعد از فتح آن به زابلستان و سپس خود را در پشت دروازه‌های کابل رساند و به محاصره شهر پرداخت. سپاه عرب شهر را پیوسته با پرتاب سنگ‌های بزرگ بر در و دیوار مورد حمله قرار می‌دادند. سرانجام نبردی خونین میان نیروهای عرب و مدافعین کابل به سر آمد و گروهی انبوه از مهاجمان عرب به خاک و خون غلتیدند. کابل شاه مردی پرقوت و جنگ آور دلیری بود که همواره در پیشاپیش سپاه خود قرار می گرفت و با لشکر دشمن می جنگید. پس از آن که دیوارهای کابل بر اثر پرتاب سنگهای بزرگ شکاف برداشت و دیگر مجال مرمت میسر نگشت و سپاه مهاجم از آن شکاف به درون شهر ریختند و به قتل عام مردم غیر نظامی پرداختند، کابل شاه چاره در آن دید تا با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره و صلح پیش آید و موقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده از سر کابل برطرف نماید. گرچه ابن اسیر این موفقیت عرب را تحت سرکردگی عبدالرحمن به سال 43 هجری قمری نسبت می دهد، مگر واقعیت این است که عبدالرحمن قبل از سال 41 هجری قمری که معاویه خلافتش را اعلام می کند، در راه بازگشت به شام در بصره از دنیا درگذشته بود و آنچه که بر سر کابل از دست اعراب آمده است مربوط به قبل از سال 40 هجری قمری است و تاریخ سیستان که یگانه تاریخ معتبر وقایع محلی است بر این نکته اشارت دارد. بنابر تاریخ سیستان در سال 78 هجری قمری، همین که حجاج از طرف خلیفه عبدالملک و فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او از جانب خود مهلب را به خراسان و عبیدالله ابن ابی بکر را به حکومت سیستان برگزید. عبیدالله قبلا در زمان خلافت معاویه طی سالهای 51 الی 53 هجری قمری نیز والی سیستان بود
و به رموز منطقه بلدیت داشت. به هر حال در سال 78 هجری قمری عبیدالله به سیستان رسید و وظیفه اصلی خود را جنگ با کابل شاه قرار داد. عبیدالله سپاهی متشکل از 20,000 نفر را به سوی کابل حرکت داد و خود در رأس سپاهی قرار گرفت که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سرداری سپاه منصوب و کوفه را به شریح ابن هانی حارسی داد و سپس به سوی بست و زابلستان داخت. زنبیل به دفاع برخاست و عبیدالله را با همان تاکتیک قدیم جنگی در دهن دره‌های مهیب کوهستانی کشانید. زنبیل به آهستگی عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقیب می کرد. اما لشکریان عرب که در طول راه قلعه ها را ویران و اموال مردم را غارت می کردند، آنقدر سنگین بار شده بودند که توان حرکت سریع را نداشتند. این کندی حرکت در راه های دشوار گذار فصل زمستان را نزدیک می ساخت. شریح که سربازی کهنکار بود و عبیدالله اصرار می کرد که به غنایم فراوانی که به دست آوردند خرسند باشند و چنان نکند که زنبیل دست از جان بشوید و در برابر ایشان بیستد. اما عبیدالله که هوای تسخیر و غارت کابل را در سر می پرورانید پند او را نشنید و سرانجام در دامی سخت گرفتار آمد. در نتیجه سپاه عبیدالله با کمبود شدید مواد غذایی روبرو گردید و سربازانش به خوردن اسب‌هایشان پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا گرفتار آمد که عبیدالله مجبور شد غرور خیش زیر پا نهد و از زنبیل طلب صلح نماید و پیشنهاد کرد که 700,000 درهم غرامت دهد و شماری از بزرگان عرب و 3 تن از پسرانش را برای صلح پیش او بفرستد. او از زنبیل پوزش خواست و ادامه جنگ را نافرمانی سپاه از دستورات فرماندهانشان وانمود ساخت. پس از پرداخت 700,000 درهم و اعزام گروگانهایی به نزد کابل شاه، عبیدالله اجازه یافت که بقیه سپاهش را از دامی که در آن گیر افتاده بودند بیرون آورد. اما اینان به سبب سرما و گرسنگی متحمل تلفات سنگین شدند و سرانجام 500 تن از ایشان خود را تا بست رساندند و چون سخت گرسنه بودند پس از آن که شکم سیر نان خوردند همگی جان دادند. به دستور حجاج سپاه عظیمی از خراسان تحت قیادت مفضل برادر یزید والی خراسان برای دستگیری ابن اشعث به سوی سیستان حرکت کرد و در نبردهایی که با سپاه ابن اشعث در سیستان نمود و سپاهیان قتیبه سیستان را به جرم هواداری از ابن اشعث ویران نمودند. با شرح کوتاه 2 یا 3 نبرد معروف تاریخ کابل، نامی از لیث ابن قیس معروف به شاه دوشمشیره دیده نمی شود و ممکن است این آقای دوشمشیره که با 2 دست آدم می کشته است یکی از اعراب شمشیرزنی باشد که با ضربت کاری مدافعین کابل نقش زمین شده و دیگر نتوانسته است آدم بکشد و سپس برای او تاریخی هم ساختند. با جستجوی زیاد در تاریخ می‌بینیم که در میان مردان نامدار حاضر در 2 لشکرکشی اعراب بر کابل نامی از لیث ابن قیس ابن عباس نیست و این حدس و گمان را برمی‌انگیزد که شاید مقبره شاه دوشمشیره اصلاً مقبره کابل شاه بوده باشد که مردم کابل به خاطر قدردانی از او مقبره او را سبقه اسلامی دادند تا از خشم متعصبین مذهبی در امان بماند. با سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.